خبر و گزارش، تحلیل و نگرش از رادیوی بغلان 89.2 FM. اخبار این ساعت از طرف اسلام قلعه در ملتون به شما تقدیم می‌گردد. السلام علیکم شنونده عزیز، به اخبار این ساعت خوش آمدین. من محمد امیر محمدی بلاغ هستم با تقدیم اخبار این ساعت. اما در نخست بیایید سرخط اخبار را بشنوه. سه طالب در ولایت فرا کشته شدند. تظاهرات ضد پاکستانی در کابل و پذیرش کشتار غیر نظامیان در قندوز بعد از چندین ماه توسط امریکا. خبر دیگر از مجلس سنای امریکا نیز داریم، در تفصیل اخبار با ما بمانید. بسم الله الرحمن الرحیم، تفصیل اخبار. سه طالب در ولایت فرا کشته شدند. دادالله قانه، یک عضو شورای ولایتی ولایت فرا، گفت این درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در منطقه شیوان که در ولسوالی بالا بلوک موقعیت دارد رخ داده است. او بیان کرد که از شمار زخمیان طالبان آمار در دست نیست، اما گزارش شده که دو تن از نیروهای امنیتی در این نبرد نیز زخمی شدند. قانه گفته در درگیری طالبان و نیروهای امنیتی در منطقه شیوان به دنبال عملیات پاکسازی نیروها در ولسوالی بالا بلوک است. در همین حال ناصر مهری سخنگوی والی فرا هم درگیری در مناطق مختلف این ولسوالی را تایید کرده، اما از آمار تلفات آن ابراز بیخبری کرده است. صدها نفر از مردم کابل بر ضد مداخلات پاکستان در افغانستان دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان که توسط سازمان روند سبز به رهبری امرالله صالح سازماندهی شده بودند، با تظاهرات ضد پاکستانی در مقابل سفارت این کشور در کابل تجمع کردند و شعار دادند که طالبان وسیله کشتارند. به گفته شرکت کنندگان در این تظاهرات، اردوی پاکستان و سازمان استخباراتی این کشور طالبان را کنترل و مدیریت می کنند. مسئولان نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام کردند که در نتیجه عملیات پشتبانی از نظامیان افغان، شماری از غیر نظامیان در ولایت قندوز کشته و زخمی شدند. جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، با نشر گزارش تحقیقاتی در این مورد گفته که عملیات به منظور حمایت از نظامیان افغان انجام شده، اما از اثر آن 33 غیر نظامی کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در دوم و سیوم ماه نوامبر سال گذشته میلادی در منطقه بوسکنداری ها در نزدیکی مرکز ولایت قندوز انجام شده است و این در حالی است که ترورها و کشتارهای دست جمعی مشابه در ولایات توسط امریکایان در افغانستان نیز صورت گرفته است. و از مجلس سنای امریکا اینکه جیمز ماتیس که از سوی رئیس جمهور منتخب امریکا در پست وزارت دفاع این کشور نامزد شده است، میگوید اگر به حیث وزیر دفاع امریکا تعیین شود، بالای پاکستان فشار وارد میکند که فعالیت آن از گروه های مسلح را در قلمروش متوقف کند که برای امنیت افغانستان تهدید به شمار میروند. ماتیس روز پنجشنبه در مجلس سنای امریکا گفت موجودیت لانه های تروریستی در قلمرو پاکستان مشکل عمده ای است که نیروهای افغانستان با آن روبرو می باشند. این جنرال متقاعد امریکا افزود موجودیت پناهگاه های امن طالبان افغان در پاکستان، حمل و نقل آزادانه و فعالیت های اعضای این گروه در آنجا مسئله مهمی است که نیروهای افغان را به چالش کشیده است. ماتیس توانست رأی اعتماد کمیته خدمات نظامی سنای امریکا را برای تعیین شدن به عنوان وزیر دفاع امریکا به دست آورد. او در سخنرانی به اعضای این کمیته گفت
اگر به حیث وزیر دفاع تعیین شود، بالای تمامی گزینه ها غور خواهد کرد تا بتواند پناهگاه های امن افراطی را در پاکستان از بین برد. آن پناهگاه هایی که به گفته او به امنیت افغانستان تهدید جدی هستند. و شنونده عزیز، تشکر از توجه شما به اخبار این ساعت. از شما میخواهیم با بقیه برنامه های شنیدنی که رادیو بغلان بمانید. وقتتان خوش، خدا حافظتان. اخبار این ساعت از طرف اسلام قلعه در ملتون به شما تقدیم گردید. تحلیل و سیاست، خبر و گزارش را از بغلان بشنوید. رادیوی بغلان 89.2 FM.